سلام شب شب را با این خبر آغاز میکنیم امشب طولانی ترین شب سال یعنی شب یلاست شب یلا با نخستین یا نخستین شب ماه جدی است که به نام شب در فرهنگ کشور شهر است بسیاری از مردمان افغانستان در این شب بر رسم پیروزی روشنایی بر تاریکی طولانی ترین شب سال را با قصه های تاریخی خواندن شهرنامه خوردن میوه های تازه چون تربوز و انار سحر می کنند تا شاهد پیروزی روشنایی بر تاریکی باشند برای بس در این باره بانو سیده مجگان مصطفوی موین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در دستی دارن خوش آمدین. بسیار بانو مصطفی به با برنامه شبه الله شما مبارک میخوایم که بفهمم شبه الله چیست فلسفیش چیست بنام خدا و عرض سلام ما هم برای هم عزیز ما شب چله و شب یلده تبریک میگم قسم که هم ما و شما میفهمیم افغانستان از یک تاریخ بسیار کهن و آریایی برخوردار بوده در اولین بار در 501 قبل از میلاد در زمان داریوش شب یلدا تجلیل میشه و بر آین آریایی و کهن که او وقت استوار بوده به نام شب زایش و رویش و تولد خدای خورشید و مهر یا میترا هست و یک ویژگی که فرهنگ ما فرهنگ آریایی ها با فرهنگ و تمدن اروپایی داشته که همزمان همچون جشن های در اروپا هم برگزار می شده با بعد از تولد ایسا مسیح و جشن کرسمس هم همزمان با این تاریخ در فرهنگ اروپایی و آسیایی همزمان تجلیل می شود. شده. و امسال یک ویژگی خاص شب یلدا داره چون آخرین یلدای قرن است بسیار خوب از قرن کنونی و آخرین شب یلدای قرن پدیده یعنی شب یلدا یک پدیده فرهنگی است و میراث که بر ما مانده دقیقاً, دقیقا. ما خیلی از موارد هست خیلی از نکات مثبت هست در فرهنگ ما شاید یلدا بهانه باشه که امی موبایل ها رم شوه همگی بانن و خانواده ها دور هم جمع شون شاید یلدا بهانه باشه بر صلح بر پیوند ها بر رفع ها و کدورت ها در بین ما مردم کابل رواج بود اگر کس قهر میکردن با شب یلدا کلان ها دور هم جمع میشدن و او را آشتی میدادن در شب یلدا همه میرفتن پیش بزرگترها و دستایشان می بوسیدن و اگر خدای ناکرده کدام گپ بین خانواده ها بود حل می شد امیدوار هستم یلدای امسال بهانه برای آوردن صلح در افغانستان باشه پیام آور صلح باشه و یک بار دیگه خانواده های ما متوجه امو ارزش ها و ظرافت های فرهنگی خود ما شوند و باشند و جوانای ریاد بگیرند که همه چیز موبایل و شبکه های اجتماعی نیست بسیار خوب برای الله یک ارزش فرهنگی است به با وجه بر ها درست بردم ما چقدر با شب الله آشنا هستن بیشتر کسانی که ب ب ب در ای باره خبر میشن بسیار به به گونه ب ب برخورد دارن که با یک پدیده نامعنوس و ناشنا سر خوردن اکثرا این پدیده را یا شب الله را یک پدیده خارجی و غیر افغانی میدانند اینا درست است یلدا محل زایش و رویش افغانستان بوده از, از فرهنگ سارف. ما به دیگه فرهنگ ها رفته و فرهنگ هند و اروپایی و ترکیه و سایر کشورهای همجوار حتی ایران رفته و بستگی به منطقه و امو فرهنگی از اون منطقه داره مثلا در کابل در بین کابلی ها از, بای... از وقتی که ما بسیار طفل کوچک بودیم یادم میایه که یلدا تجلیل میشده و خانواده ها دور هم جمع شدن صندلی میماندن میوه خشک می آوردن بعد قصه میگفتن مادر کلان ها و مادر بزرگ ها و پند و نصیحت و شاهنامه خانی و فال حافظ بود و سر فال حافظ همه جمع میشدن و هر کس فال خود میدید در هرات در مزار در ولایات کلان شهرهای کشور ما شاید فرهنگ بیشتر آشنا باشند مردم ولی شاید در بعضی از ولایات هم مردم چندان آشنایی نداشته باشه به دلیلی که او وقت اوقدر اطلاع رسانی خیلی خوب و دقیق نبوده اما بر حال جزء از یافته ها و فرهنگ از این سرزمین دوست. هست و ما نمیتونیم اون انکار صحب. کنیم یعنی اگر ارزش هست دكتن. و باید اگر تا حال هم نشد از این پس ترویج شود شاید یلدا بهانه اگر ما برای پیوند ها ازش استفاده کنیم بسارب. بسیار واژه خوبه باشه بسیار خوب چطور باید برگزار شود در گذشته چگونه می شده حال چگونه میشه ما امشب از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ یک برنامه مختصر برای فرهنگی ها داشتیم تعداد زیاد از شعرهای ما از سر تا سر کشور دعوت شده بودن و هر کدام شعرهای مخصوص بر شب چله داشتند بسیار مورد توجه قرار گرفت بست. موسیقی مخصوص حتی از ولایات خواسته شده بود برای از این شب, شب و خوب است که ما با این برنامه ها هر چند اگر مختصر باشه یادآور امو فرهنگ های قدیمی خود بر نسل جوان باشیم شاید ما به خاطر داشته باشم که ما برخورد بودیم و تجلیل میکردیم جنگ نامنی ها افراتیت بحث های خاصی که در جامعه ما مد همه را کنار زد خوب است که نسل جوان با یافته های فرهنگی و داشته های فرهنگی ما بیشتر آشنا شود تجلیل از این شب محدود به مردم یا محدود به برنامه های رسمی نیست همه میتونن که در گیره بزرگ داشت از این شب باشن بسیار خوب مسئله که شما یادآور شدین در کشور با وضع حاکم کرونی. افغانستان پرداختن و پاسداری از چنین ارزش ها به گونه در میان جنگ و خشونت و نابسامانی ها ناپدید گشتند شاید متاسفانه اکثر اخباری که از افغانستان به نشر میرسه در رسانه های داخلی ما و رسانه های خارجی همیشه اخبار جنگ و خشونت باشه شاید یک نوع جامعه ما را دوچار به خصوص نسل جوان ما را دوچار یک نوع نارامی ذهنی کرده چقدر خوب است که ما برنامه های فرهنگی متنوع مثبت و سالم برای جوان داشته باشیم تا که یک نوع ایجاد امید در بین مردم کنه همیشه سر در خط خبرای ما اخبار ناامید کننده نباشه و بتونیم ما نسل که یک کم گذشته تر بودیم بر نسل جوانتر و نسل نوین یک نوع امید در بین جوان ها ایجاد کنیم و امشب مسابقه شیرخانی که بین جوان ها بود واقعا جالب بود و واقعا من خوشحال می ساخت که جوان ها با شور و شوق می آین دیگه از جنگ و خشونت صحبت نمیشه و صحبت از آرزوهای جوانای ماست بسیار خوب هم با همین مسائل که یاد کردم جنگ، نارامی، خشونت، نابسامانی اینا به گونه اصحان را درگیر خودشان ساختن و بیش کمتر فرصت فراهم میشه تا به چنین مسائل ارزشی فرهنگی پرداخته شود بسیار کوتاه کرونا هم یکی از مشکلات دیگر است که تجمعات را به گونه محدود سختن. ساخته و مانع استقبال آن چنانی که از شب یلا باید شده البته پیام هایی که ما دادیم به مردم همی بوده که با رعایت شرایط کرونایی سه. در حال خانواده ها بین هم هستند ولی امیدوار هستم که به عنوان یک جامعه که هنوز هم درگیر بسامانی ها و خشونت ها و جنگ هستیم و یک جنگ بسیار طولانی را هم پشت سر گذاشتیم بتانیم رسانه ها ما شما فرهنگی ها برنامه هایی داشته باشیم که باعث روان درمانی جامعه شوه و نابسامانی هایی که هر روز ذهن ما را به نحو خدشدار می سازه ما بتانیم بر از اونا فائق بیم بسیار ممنون تشکر بانو مصطفی موین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان از این وقت گذاشتین به برنامه ما